شمایه. سلام، قراره یه سفر بریم به رینتری کانتری، شهرستان درخت باران. یکی از اون کلاسیک هایی که در زمان اکران نتونست جایگاه خودش رو به خوبی پیدا بکنه. امیدوارم این برنامه به ویژه بررسی پشت صحنه پر تب و تاب این فیلم براتون جالب و دیدنی باشه و ممنون میشم اگر با سابسکرایب، لایک و کامنت از من و این صفحه حمایت کنید. رینتری کانتری قرار بود فیلمی باشه که موفقیت تجاری و هنری بربادرفته رو تکرار کنه. یک بار دیگه با داستانی درباره جنگ‌های داخلی آمریکا مواجهیم و این بار از دید شمالی‌ها. در این فیلم شاهد هنرنمای الیزابت تیلور، مونتگومری کلیفت و ایوا مرسنت هستیم. یه مثلث عشقی دیگه اما نه به کیفیت برباد رفته. جان، من میدونم که تو هر کاری رو با صداقت درستی انجام میدی. تو هنوز اونو دوست داری؟ بله هنوز دوستش دارم. ضمن اینکه اولین نامزدی اسکار الیزابت تیلور پس از بازی در این فیلم براش رقم خورد. تصادف مهلک مونتگومری کلیفت در میونه فیلم برداری ممکن بود منجر به جایگزینی بازیگر اصلی فیلم بشه، اتفاقی که با اصرار ریز تیلور نیفتاد. ضمن اینکه این حادثه برای دومین بار پس از مرگ جیمز دین میتونست منجر به مرگ یکی از همبازیان لیز تیلور در اثر سانحه تصادف بشه. ماجرای فیلم از بیان یک افسانه توسط استاد برای شاگردانش آغاز میشه. کنار دریاچه بهش مرداب هست، شاید اون درخت اونجا باشه. این درخت رو پیدا کن پسرم تا بتونی به راز زندگی پی ببری. جایی که ما متوجه میشیم ظاهرا درختی افسانه‌ای در این ناحیه کاشته شده که یافتن اون میتونه کاشفش رو به یک قهرمان ملی یا حداقل محلی بدل کنه. اما این جستجو اگر به شکست منجر شه برعکس ممکنه باعث سرافکندگی و عزلت ابدی این قهرمان شه. تو الان در مقابل جوینده‌ای رو میبینی که رینتری رو پیدا نکرد، به صورت موجود مطرود و بی‌آزاری در اومد که کاری به کار دیگرون نداره. البته قهرمان ما جان در یافتن این درخت افسانه‌ای ناکام میمونه و مجبور میشه قهرمانی خودش رو در یک مسابقه دو به اثبات برسونه. اما چه کسی تاج قهرمانی رو بر سر او خواهد گذاشت؟ دختری که به تازگی با او آشنا شده و با زیبایی و لوندی خودش در میون رابطه او و نل دوست قدیمیش قرار گرفته که در این مسابقه پیروز. تابستون داغ رینتری کانتری برای جان و سوزانا در مسیری برخلاف پیشبینیشون سپری میشه. اونها وارد رابطه عاشقانه کوتاهی میشن، رابطه‌ای که با پایان بازسازی ملک خانوادگی سوزانا قراره به پایان برسه. دختر جوون به زادگاه خودش در جنوب باز خواهد گشت و جان سعی میکنه رابطه قبلیش رو احیا کنه. اما زمانی که به نظر میاد نل او رو بخشیده و اون عشق قدیمی ممکن دوباره سر بگیره، بار دیگه سر و کله سوزانا پیدا میشه. او در کمال تعجب به این شهر کوچیک برگشته و جان رو در موقعیت بغرنجی قرار میده. گویا سوزانا از رابطهشون بارداره و جان به رسم مردونگی تصمیم میگیره با او ازدواج کنه. میدونستم که اینو درک میکنی، قوه درک تو از همه یانکی‌ها بیشتره. ازدواجی که زندگی او رو از ایالت‌های شمالی به جنوب می‌کشونه. اون هم در دورانی که اولین جرقه‌های جدی اختلاف بین بردهدارا و طرفدارای آزادی برده‌ها نمود پیدا کرده. روحیات شاعرانه جان در مقابل تمایلات سیاسی تند اقوام نزدیک همسرش او رو آزرده کرده. به خصوص که چیزی هم درباره گذشته عجیب و پیچیده سوزانا متوجه میشه. پدر سرمایه‌دار و سیاستمدار او در یک آتش سوزی ساده نمرده. او احتمالاً پیش از سوختن به قتل رسیده و گویا تنها کسی که این راز رو میدونه تک دختر او بوده، سوزانا. کس دیگه میدونه؟ فقط یه نفره. کی؟ سوزانا.
سوزانا که نیست. سوزانا. اونها به رینتری کانتی برمیگردن. اونم در حالی که سوزانا اعتراف میکنه قضیه حامل بودنش یه دروغ بوده. اون روز بی خود گفتم که حامل هستم. دروغی که میخواسته به وسیله اون مرد جوان رو به ازدواج با خودش مجبور کنه، چرا که برای رسیدن به این عشق راهی جز بهره بردن از اخلاق مداری او نداشته. البته مواجهه با این حقیقت نه تنها تأثیر منفی بر جان نداره، که انگار باعث میشه شیفتگی او به زنش بیشتر شه. اما زندگی در رینتری کانتی، این شهر کوچکی شمالی، تفاوت‌های زیادی با زندگی در جنوب داره. مواجهه مجدد جان با نل، عروسک بازی سوزانا عوض عشق بازی و اتفاقات بزرگ سیاسی دوران، زندگی این سه رو در مسیر چالش‌های بزرگی قرار خواهد داد. در پس دروغ‌ها و رازهای سوزانا چه حقیقتی پنهان شده و بیداری این اژدهای خفته چه بر سر زندگیشون خواهد آورد؟ عشق نل به جان او رو به چه سمتی میکشونه؟ یه رقابت عشقی یا تداوم رفاقتشون؟ واقعا جالبه. جنگ های داخلی و شکاف عمیق بین شمال و جنوب چه تأثیری بر روابط خانوادگی جان و سوزانا خواهد گذاشت؟ آیا افسانه رینتری کانتی حقیقت داره و کسی موفق میشه در نهایت این درخت افسانه‌ای رو پیدا کنه؟ اگر 2 ساعت و 50 دقیقه از وقتتون رو به تماشای این فیلم اختصاص بدین، حتما گره های داستان و قفل رازهای سوزانا براتون باز میشه. اون یه کاغذ یاد داشته کوچولو بود. فیلم رینتری کانتی یا شهرستان درخت باران قرار بود فیلمی به همون عظمت و شکوه برباد رفته از آب در بیاد. I waited longer for you than I've ever waited for any woman. Let me alone. I'm not cornered. You'll never corner me, Red Butler. Oh, frighten me. داستان فیلم اقتباسی از رمانی به همین نام نوشته راس لاکریجه. مترو گلادین مایر امتیاز دست‌نوشته‌های او رو پیش از انتشار به 150 هزار دلار خرید تا شانس خودش رو برای ساخت اثر جاودان دیگه‌ای با موضوع جنگ‌های داخلی آمریکا محک بزنه. رمان در سال 1948 منتشر شد و پرفروش‌ترین کتاب سال بود. اما نویسنده جوان کتاب مدتی پس از این موفقیت در سن 33 سالگی دست به خودکشی زد و جسد او را در پارکینگ خونش پیدا کردند که در اثر استنشاق دیوکسید کربن از دست رفته بود. مرگ لاکریج از یک طرف و پیشبینی بودجه 6 میلیون دلاری از سوی دیگه باعث شد MGM پروژه ساخت فیلم رو تعلیق کنه. اون هم در حالی که نگارش فیلمنامه شروع شده بود و بازیگرانی مثل اوا ترنر و آوا گاردنر هم برای بازی در نقشه اصلی کانادا بودن. اونا باید اول بنده‌های خودشون آزاد کنن. با وجود سالها تلاش برای تبدیل رمان به فیلمنامه، کمپانی پیش از تصمیم برای تولید بار دیگه نویسنده فیلمنامه را تغییر داد. این بار الیزابت تیلور و ایوا مری سنت برای ایفای نقش‌های اصلی زنهای فیلم دعوت به همکاری شدند و مونتگومری کلیفت هم نقش جان رو بر عهده گرفت. اما تلسم ماجرا قرار نبود به همین سادگی بشکنه. تنها چند ماه پس از آغاز فیلم برداری، مونتگومری کلیفت که از مهمونی الیزابت تیلور و همسرش مایکل وایدینگ برمیگشت، در حال مستی و خواب‌آلودگی ماشینش رو به کیوسک تلفن کوبید. راک هاتسن که شاهد ماجرا بود، تیلور و وایدینگ رو برای کمک آورد و تیلور از در عقب مثل گربه به داخل خزید و دو تا دندون کلیفت رو از گلوش بیرون آورد تا از خفگی نجات پیدا کنه. بعدم لاشه نیمه جونش رو به سختی بیرون کشیدن. یکی از دلایلی که عکسی از کلیفت درب و داغون شده جای پیدا نمیشه اینه که هاتسن و وایلدینگ او رو از شر عکاس‌ها در امون نگه داشتند. اون 9 هفته بستری بود و با وجود جراحی پلاستیک دیگه اون ظاهر همیشگی و شیطنتی که در صورتش بود از بین رفت. تقریبا نیمی از صورت کلیفت فلج شده بود، چیزی که در بعضی از صحنه‌های این فیلم هم به خوبی مشهوده. به حال بعد از این اتفاقات مونتگومری کلیفت فرد دیگه ای شده بود، یه مرد دامن خمر که دیگران از آزارش در امان نبودن.
عوامل صحنه برای احوال مستی او سه کد تعیین کرده بودند. اگر حالش بد بود میگفتن جورجیا، اگر خیلی بد بود میگفتن فلوریدا، و اگر حدود مستی رو رد کرده بود میگفتن زنگبار. حالا به حدی بد میشد که یک روز اوریان به خیابون رفت و پلیس ناچار شد بازداشتش کنه، در حالی که اصرار زیاد لیز تیلور باعث شده بود بازیگری جایگزین دوست صمیمیش نشه، خودش هم چندان یاری نمیکرد. او همون زمان با مایک تاد تهیه کننده روابط عاشقانه برقرار کرده بود که با رفت آمدهای وقت و بی وقت تاد، اونم با هواپیمای اختصاصیش، چندان قابل چشم پوشی نبود، به خصوص که شب زنده‌داری های عاشقانه این دو در اقامتگاه تیلور باعث می شد روزهای زفت خسته و بیرمق باشه و خیلی دیر سر صحنه بیاد. البته رابطه او با مایک تاد پس از جدایی از وایلدینگ به ازدواجی منجر شد که چندان طولانی نبود و سقوط دلخراش هواپیمای تاد تیلور رو خیلی زود به سوگ این مرد نشوند. نسخه ابتدایی فیلم 3 ساعت و 6 دقیقه بود، اما پس از نمایش اولیه با تغییراتی به دو نسخه کوتاه‌تر تبدیل شد. یه نسخه برای نمایش یک پارچه با زمان 2 ساعت و 20 دقیقه و یه نسخه با آنتراکت به مدت 2 ساعت و 50 دقیقه. امیدهای MGM اما پس از اکران بدل به ناامیدی شد. بودجه 5.5 میلیون دلاری فیلم و فروش 9 میلیون دلاریش عملاً یه ضرر بزرگ رو دستشون گذاشته بود و فیلمی که قرار بود جا پای برباد رفته پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما بذاره، حتی موفقیت دیگر فیلم‌های کلیفت و تیلور رو هم تکرار نکرد. استفاده از نوارهای جدید 65 میلیمتری به عنوان یک گام مهم در تکنولوژی فیلمبرداری هم نتونست نجات بخش این فیلم باشه تا نشون بده چیزی که در نهایت موفقیت فیلم رو رقم میزنه قصه اونه. شایدم بوده؟ چطور ممکنه؟ اگرچه هر دو داستان به جنگ‌های داخلی آمریکا میپردازن، اما نزدیکی مارگارت میچل و معاصر بودنش با اون دوران باعث شده داستانی که اون نوشته علارغم همه انتقادات نژادی و سیاسی که بهش وارده گیرایی بیشتری داشته باشه و رابطه اسکارلت در مثلث‌های عشقی متعددی که همش درگیرشونه همواره برای بیننده جذاب‌تره. کما اینکه شیمی بین بازیگرها در رینتری کانتی چندان چنگی به دل نمیزنه و جاهایی که ما باید دلیل موندگاری عشق‌ها یا از خودگذشتگی‌ها رو بفهمیم خلأ عمیقی در قصه به چشم میاد. اگه تو کشته بشی مرگ تو خفنگیستاری تا به حال فیلمی که قرار بود یکی از تاثیرگذارترین آثار دوران خودش باشه به یکی از موندگارترین شکست‌های تاریخ سینما بدل شد. مطابق معمول با مرور چند سکانس از فیلم این ولاگ رو هم به پایان می‌رسونیم. جان در یافتن رینتری شکست خورده. او به زحمت خودش رو از مرداب نجات میده، اما قرار نیست این وضعیت از چشم دوستانش مخفی بمونه. سوزانا جان رو به محل عمارت سوخته قدیمیشون میبره، جایی که پدر مادر و پرستار سیاه پوستش در کنار هم دفن شدن و ما شاهد نخستین نشانه های جنون در او هستیم. دوست دارم، دوست دارم جانی، میدونم تو سر در نمیاری، با وجود اون من هیچ وقت تنها نبودم. حس نمی کنی که یه نفر مواظب به ما هست؟ جاسین جانی، این زن سیاه، من به تو دروغ گفتم، اصلا همچی چیزی نبوده. جان و نل با هم در کنار رودخونه خلوت کردند، اما قرار نیست دانش آموزای این معلم جذاب بذارن که خلوت اونها چندان طولانی شه. اینجا چطور پیدا شد؟ هیچی، همینطوری. من با
چند ماه نشستن سر کلاس شما خیلی بیشتر از اونچه که از اول عمرم میدونستم چیز یاد گرفتم. شاگردای من ظاهرم به من خیلی علاقه دارن. نه همه عاشقتون. شاگردم معمولا عاشق معلماشو میشم. امیدوارم تماشای این برنامه براتون مفید و لذت بخش بوده باشه و توصیه میکنم دیدن بقیه ویدیوهای پلیلیست سینمای کلاسیک رو از دست ندین. به امید روزهای شاد و آزاد.